الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت آقای رئیس جمهور، بینندگان محترم. جناب آقای رئیس جمهور، امروز 240مین واحد تصفیه خانه کشور افتتاح میشه. یعنی در واقع با این سه تا تصفیه خانه ما 240 تا تصفیه خانه در سطح کشور خواهیم داشت که 71 واحد آن در دولت شما به بهره برداری رسیده و امیدوار هستیم که 36 واحد دیگر هم تا پایان دولت به نتیجه برسه. این تصفیه خانه حدود 80 میلیارد تومان براش هزینه شده و خطوط انتقالش هم حدود 40 میلیارد تومان، در واقع 120 میلیارد تومان مجموعاً هزینه شده برای این پروژه. از مزایای پروژه در مرحله اول ارتقاء بهداشت عمومی و سلامت عمومی هست و بعد هم استفاده از این پساب در کشاورزی، صنعت و تزریق به آبخان این منطقه برای بهبود وضعیت آب زیرزمینی خواهد بود. آقای مهندس خامسی، ضمن سلام خدمت جناب علی و همه عزیزانی که اونجا حضور دارند، شما گفتید مجموعاً 120 میلیارد تومان هزینه شده برای این پروژه تصفیه خانه. به من بگید اگر بخش خصوصی بخواد این 120 میلیارد تومان رو هزینه بکنه، از پسابی که به دست میاد و در واقع آبی که برای کشاورزی میشه استفاده کرد و اون بخواد اون آب کشاورزی رو بفروشه، چند سال طول میکشه تا این سرمایهش برگردونه؟ من آقای رئیس جمهور اجازه میخوام این مقدمه اول عرض بکنم خدمت شما. مصرف آب شرب کشور الان حدود 6 میلیارد متر مکعب هست. حاصل پساب این آب حدود 4 میلیارد متر مکعبه. با افتتاح تصفیه خانه های امروز که 240 واحد میشه، ما نیمی از پساب کشور رو الان در اختیار داریم. متاسفانه در کل کشور استفاده بهینه ای از این پساب نمی شود، در صورتی که در صنعت، در فضای سبز شهرها و در کشاورزی می شود از این آب استفاده کرد. الان 2 میلیارد متر مکعب که خدمت شما عرض می کنم محصولی است که در اختیار ماست، یعنی به اندازه 10 برابر مخزن آب سد کرج. شما تصور بفرمایید اگه ما بخوایم سد کرج رو امروز بسازیم میلیاردها تومان باید هزینه بکنیم، در صورتی که ساخت تصفیه خانه اینقدر هزینه نداره. شما فرض بگیرید ما یه تصفیه خانه ای درست میکنیم که حاصل اون صرف صنعت میشه یا صرف مثلا باغات میشه، چند سال طول میکشه تا این پولش برگردونه؟ از 3 تا 7 سال، متوسط 5 سال. خیلی خوب، پس این زمان مناسبی هست اگر یک سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری انجام بده که ظرف چند سال، حالا 3 سال 5 سال پولش برگردونه و بعد هم میتونه ازش سود ببره به هر حال از این پولی که. پس بخش خصوصی میتونه در این زمینه فعال بشه، در صورتی که ما در کنار اون جایی که این تصفیه خانه درست میکنیم یه بخش صنعتی متقاضی اون آب یا یک بخش کشاورزی متقاضی اون یا شهرداری متقاضی. این چنینه دیگه، اینطوری که شما بیان کردیم همینجور باشه؟ بله، باید متقاضی دریافت پساب وجود داشته باشه. بسیار خوشحالیم که این پروژه برای اسلام شهر افتتاح میشه امروز. مردم بسیار خوب و نجیب این منطقه در تهران بزرگ ما که حضور دارن و همیشه حامی نظام و انقلاب اسلامی بودند و مردم فعالی بودند، این قدم بسیار خوبی برای این منطقه از لحاظ بهداشتی هست، علاوه بر فواید دیگری که خواهد داشت. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، تصفیه خانه اسلام شهر رو افتتاح بفرمایید علی برکت الله.